بسم الله الرحمن الرحیم دا شمشاه 44قدرمل دونکو د ملت خبرونه ته خره خلاص د جمن سراسم د ملت جوړونه او د مل اساسات نه د مباحثاتو په لړ کې دا ظلم وختله چې پر ملي ارښتونو او ملي ګټو همدارنګه ګډ واخونو چې یو ملت ته د ملت په توګه متوجي وسی پر غریب باندې بحث ولرو د ملات جوړوند لپاره او بیا ترغي وروسه د ملات د پایښت او بقاله لپاره یو غا اړین او اساسي بحث ګډ ارزښتونه دي یو ملات حل بقا مونډري شي چې دا دار کولري ارزښتونه سره ګډ دي او ا غټي مليګټي یا مشتراکی دي او, او کدوې د یو ملت په توګه تظاهر ونه کړو د ملت په توګه سره ونه ووسی نو دوی لوی ګټه او لوی ارزښتونه په لمنځ وړل شي دا د ملت جوړونې او بیا د ملاتاتن د پاره د اصول په توګه منل شوی دي دغه څه په بلغه څه چې کېدل شي د یو ملت د بقا د لاق قوت سبب وګرځي هغه دا دي چې یو ملت درک کړي چې متوجي غوښونه او خطرات ورته یاواز دي یو قوم او یو تبر په توګه نه بلکې د یو ملت په توګه متوجي شوی دي دا دا دی دی او ود هغه سدي چې معمولا نه د تاریخ په اوږدو کې مخبیل کېلر کلم چې لوی تحدیدات افغان ملت ته متوجې شي ودی بیا دوی د ملت په توګه چنن کړي نه د قوم په توګه باندې اوس متاسفانه جګړو او دغه ناخوالو دغه بهیر او دغه مواهسات متزرره کړي دي ملي ګټو ملي ارزښتونو مثلا د بیلګه په توګه ملي عتلان یا ملي ورځ یا لوی ملي ارزښتونه یا ملي مصالحات یا هر بل څه چې دي تقریبا نورو روزي قومي کډول لري ته او يا قزنه عام د دښمنان لوري د څويرنګ او بوي ورکول کیږي چې دا مسایل هم يواز دي او قوم په ماحده کې واسي دا څو روز دي چې आवाज او قومي مانزي دا شخصيت نه دي چې आवाज وي منتخبي پر منحصر دي او دا ارزښتونه دي چې आवाज يا وټه بررته شاید منوس وي او يا بلټه بررته تا شاید هغه د ارزښت په توګه ماتره ونوسی يا برعکس دغه څه محسوسيږي هم دا رنگه جاګړم چکه لګورو دنت د غټه تحديد په توګه متواجد وي وله ټول ملت دغه درک لاندې راځي دا چې دا جګړه موږ ټول ځباوالې شیاو د اواز یو قوم ته یا, یا بل قوم ته یا د یو قوم له ادرسو بل قوم ته متوجي نه دي چې دغه بهیر جریان او د دې بهیر لاغ زیدل باب د ملت د غلوې پای کار لاپس متذرر کړي او غوسه چې موږ تمه لروزوان او کدریزوانان او فعال زوانان دوتونه د ملت منسجموسي ته نوبل لمړی پر دغه مباحثات باندې بحث شي په دې خبرونه کې بیا هم غوښتي د افغانستان د بیلابیل ورونو قومونو سره فعال سیاسي فعالین مدني فعالین هم درن کډریز وانان راو بلو ترسو پر همدې مسایل بحث کوړي چې مليارد ژوندونه په کومه ساتګی د افغانستان کې ملي ګټې مخکومیدي او څنګه باید تر متحد او د ګډو غوښونو او تهدیداتو او خطراتو پر وړاندې به څنګه د ملت پتوګه منځه زمانہ اقدام ولرو او څرامه ولرو وخت مبه خير من منو چې خړقلاص وي مبرسر په دې خبرونه کې من منم دي د افغان ملي 56 مشر خړلې نصير احمد اخترزوۍ د افغان سمون ټولنې ویاند خغلی عتیق زازای د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې مرستيال سعید محسن میثم احسانی د عدالت بهیر مشر اغلې حمیدا وردګ ژورنالیس او سیاسي فعال خغلی حامد پویا او مدني فعال خغلی نصرت الله ابراهیمی بخیر الله خوش آمدید خوش آمدید آقای <متحن> <متحن> احسانی خب یو بحث کلی کنه هیڅ مقدمه باشه فکر میکنیم نویس یک جوان فعال سياسي در افغانستان ما هنوز هم ارزش های بزرگ ملی داریم که همه ملت من ملت باش یک دید من ملت برش داره یا ارزش ها و منافعی داریم که هنوز هم من حیث ارزش های ملی و منافع ملی باورجاست یعنی هنوز رنگ و بوی قومی نگرفته چقدر ما این منافع و این ارزش ای ها هنوز هم داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما همچنان مهمانان که در بحث هست و بینندای تلویزیون شمشاد اول بسیار خوشحال هستم که ما در یک بحث هستیم که پیرامونی وحدت در افغانستان صحبت میشه و روند ملت سازی رو بک مهم میخواد تقویت بکنم من به عنوان یک جوانی که تجربه بسیار اندک دارم در فعالیت های سیاسی فرهنگی اجتماعی در افغانستان و با توجه به تجربیات خود میخوایم وضعیت اجتماعی و ساختار جامعه افغانستان رو بیان بکنم ما اگر بیم در دو قسمت دروی سیکر بحث بکنیم در افغانستان یک طرف ما مناظرات در افغانستان داریم اختلاف ها را در افغانستان داریم که وسیله شده برای نفاق در افغانستان وسیله شده برای تفریقه در افغانستان و ما روی دیگه سکره که وقتی ما ببینیم و مطالعه بکنیم بیشتر به مشترکات و ارزش های جمعی جامعه و جامعه ملت افغانستان برمیخوریم اما به دلیل ای که ما همواره وسیله قرار گرفتیم و ابزار قرار گرفتیم ما نتونستیم متاسفانه اون مشترکات حفظ بکنیم و حتی مشترکاتی که به عنوان ارزش های بسیار قوی میتونست به نقطه وصل و نقطه انسجام و وحدت و برادری بین مردم افغانستان باشند ما اینا را عکسش عمل کردیم از اینا سو استفاده کردیم و اینا را به عنوان نقطه قوت برای استفاده های شخصی و منفعتهای های فردی در افغانستان استفاده کردیم و این باعث شد که روند جدایی اقوام در افغانستان، روند فاصله گرفتن بین اقوام در افغانستان روند ایجاد نفرت بین مردم افغانستان تسریع شود سرعت پیدا بکنه و این برمیگرده به عوامل متعددی که ما میتونیم در در وقتی همه قبول دارن از همه وقت ظاهر ظاهرا پاسخ شمیز که بله ما ملت هستیم وقتی ملت هستیم ملت نیاز داره و اصل همین است که باید ارزش های واحد داشته باشه و منافع واحد داشته باشه من یک ای ملت حال ما داریم یقینا چون ملت هستیم این مسائل داریم ولی توضیح نشده هم هنوزم درک وجود نداره که چی ارزش های ملی ما است و چی ها منافع ملی ما است و چی ها تهدیدات است که به همه متوجه است این باید واضح و از زبان شما بشنید ببینید بعد وقت بحث وحدت داشته باشیم ما نباید همیشه روی یک طرف قذر ببینیم من می بسیار واضح بگویم که ما اختلافات در افغانستان داریم ولی خوشبختانه با اون اختلافاتی که حساس باشه بسیار جدی باشه مردم افغانستان به یک نحو نابود بکنه ما با اختلافات دست پیدا بایدان... چی دست نزدیم مثلا شما اختلافات مذهبی در افغانستان دارین ما به عنوان یک بچی شیعه در افغانستان هستم با اختلاف فقهی با جامعه تسنن در افغانستان دارم یک اختلاف است این اختلاف به معنای چی نیست عامل برای نفاق در افغانستان نیست ما باید با با پذیرفتن اختلافات در افغانستان باید بین افغان مردم افغانستان کنار بیاییم ما اختلافات قومی در افغانستان داریم ما پشتون دارم در افغانستان تاجیک دارم اوزبک دارم هزارا پشه نورستانی داریم ما باید این واقعت ها و حقیقت های افغانستان رو بپذیریم جامعه افغانستان زمانی که ما با این مسائل کنار آمدیم ما فرهنگ ها رسوم و نعنات بسیار مختلف در افغانستان داریم ما فرهنگی که در ننگرهار حاکم است در بامیان نداریم فرهنگی در بامیان حاکم است در کمتر داریم شاید مردم نگرها به این کمتر عادت کرده باشند موضوع دیگه خود جغرا... بحث جغرافیایی افغانستان عامل عامل جدایی و دوری مردم افغانستان از همدیگر شده شما اگر اینمی 14 سال اخیر ببینید با تمام دامن زدنی که سیاسیون ما به مساله دامن میزنن سیاسیون ما از طریق قوم میخوان قدرت برسن شما وقتی می این که بین اقوام رفت آمد بین اقوام بیشتر شده وقتی می هزاره بامیانی میرم در نینگرهار با جامعه پشتون میشینم ما دیگه هیچ وقت این روحیه را نداره که پشتون دشمنیم است وقتی من میرم مثلا دانشگاه را در قندهار میخوانم ما دیگه هیچ وقت پشتون را دشمن خود نمیبینم و حکم نمیکنه که پشتون انتحار میکنه و حکم نمیکنه که پشتون مثلا مزدور پاکستان است و هم حکم نمیکنم که هزاره پشتون چی است ایران است ام. ما امروز قربانی سوجه های سیاسی و منفعت طلبانه سیاست سیاستگران و سیاسی در افغانستان شدیم ما میگیم ما چرا وقتی خودت ایدار در حال جوان پس ما کی هست که ایدار کنه در این حال اجازه بتیم. من میخوام میرم در این حال ما مشترک داریم شما ببینید ما وقتی سیاسی در در بحث دانشگاه و پهنتون مردم افغانستان به گروگان میگیرن روی واجه ها صحبت میکنن روی زبان صحبت میکنن که یکیش لملای میگه یکیش سلای میگه یکیش فرد میگه یکیش مرد میگه ما در ببینید که ما را در گیری روزمرگی در افغانستان ساختن مردم مصروف کردند و خودشان امروز دارن افغانستان و چپاول میبرن من به عنوان یک جوان افغانستان اعتقاد بارهایی رو مطرح کردیم و بسیار سوال جامعه هم هست ام. ببینیم اگر ما شعار زده عمل نکنیم و شعاری عمل نکنیم اونطور که در گذشته عمل کردیم روند ملت سازی در افغانستان یک روندی نیست که یک ما به نتیجه برسیم و ما نمیتونیم یک شبه یک ملت واحد در افغانستان داشته باشیم متاسفانه به دلیل که شما سی سال حداقل نفاق در افغانستان پاشیدید سی سال در افغانستان به عنوان هزاره کشتیم به عنوان پشتون کشتیم به عنوان تاجیک و غیر و غیره و غیره در افغانستان کشتیم و به عنوان شیعه و سنی هم حتی در بسیاری مسائل کشتیم اما این وقت زمانی که ما در پی تخریب این موضوع بودیم شما توقع نکنید که ما در 14 سال به این برسیم ولی ما همچنان با توجه به همه نگرانی هایی که در افغانستان وجود دارم ام. با توجه به همه دست های بیرونی که در افغانستان بین اقوام افغانستان کار میکنن و ما رو وسیله و ابزار قرار میدن باز هم امیدوار به این هستم که با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی در بین مردم افغانستان با توجه به رفت که در بین مردم افغانستان صورت میگیره با توجه به با سازی و, و عدالت اجتماعی که قرار است در افغانستان ما در مرحله اجرا هستیم و کم کم به یک نهی به عدالت میرسیم اینا مسایل هستن که آرام آرام ما فکر میکنیم کنم روند این ما دقیقا خوشبین هستم و امیدوارم آغازش همی است که ما تفهیم بکنیم برایشان که منافع ملی چه هست و چقدر ترجیح داره بر منافع شخصی و گروهی و قومی خب یک بحث ها یکی بحث منافع ملی است که متاسفانه ما در افغانستان نیز منافع ملی رو تعریف نکردیم 15 <applause> یا 14 سال آقای کرزی بود منافع ملی در افغانستان تعریف نکردن امروز هم که چند تا دیگه هم اون حکومت وحدت ملی حکومت ساختن این ببینید میگه فرهنگ حاکم فرهنگ غالب هست <applause> شما وقتی میبینید که سیاست از بالا نفرت انگیز باشه نفاق انگیز باشه و تقسیمات از بالا نفاق انگیزانه صورت بگیره شما توقع نکنین در سطح اجتماع در سطح کوچه و بازار مردم به وحدت برسند فرهنگی که از بالا تط... تحمیل میشه برای مردم افغانستان فرهنگ نفاق و تفریقه است و این در سطح جامعه در افغانستان تاثیر گذاشته اما با آن هم ما شهروندی که تحصیل کردیم آگاهی پیدا کردیم در کنار تاجیک کار کردم، در کنار پشتون در افغانستان کار کردیم در کنار ازبک در افغانستان کار کردیم شیعه و سنی نگفتیم ما به دې متقید استم چې هزاران وا شاید میلیونها ځوان مسلمان فکر وکونند او ما آرام آرام ملي طرف یو جامعه د عوال به طرف ملت شول سلام تاسو سيخترزوي ولی ولی متضرره شوغه چې باید نه وي شوي ارزوګټونه دي د هر ملت معنی حتی داس ملتونه چې د ملت پتوګ تنظیم نه د مونده مقابل کې پاکستان د رول تعالی ملت سنن لري ولی ارزوګټونه وي ساتلې دي او وي طول دیو دی ورځ په توګه تا ګوري او فکر کوي چې دا یو ملي ارزښت وي ولې افغانستان کې خوشبختانه یو تاسې وملت له چې زړګونه کولو په یو وخت دی او بیلدل ناشونی دي ولې د دوکمانه هاسته پردی له باري له شی ده چې اوس ملي ارزښتونه کې وحدت ده نظر نه لرو ملي ګټه کې وحدت نه نظر لرو یاندا چې موضوع وتاس پیدا نه چې په افغانستان کې له باد امرګه چې بغې باندې اتفاقونه نظر موجوده حتی هغه ملي بیرغ وی کمیټه سرود وی کمیلیا تلو وی کمیټه وراز وی حتی مصهبي وراز یې اسګنیتې ورته اشاره وکړه باقي کې وخت نو وخت دوکمانه داسه سره سا شګه اواز او چا پوري وټړي ولې دا سو شو بسم الله الرحمن الرحیم دلای وبخون کې سختن تعالی پس پیلسلی نامو جناب انسانیز ستا واستو مس کیډی رو قدرمن ملمنو ته د شمشا تلویزیون ټول قدرمن لیدونکو تخپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم راځم دې ته چې د قومي اختلافات لکم زنه منشاخ ليو اولی مونګ نن په افغانستان کې د قومي اختلافاتو تحلیل وړاندې راسی بعضو نه لرو وخت نه وخت په دې باندې کینو مجالس د دقیق کله تاسو وګورئ کله چې د روسییا یا د شوروي لغکر لخوانه په افغانستان با باندې حمله وشوله زموږ اکثره افغانان دې ته مجبور شول تر څو لاټ شینورو همسایي مملکتو ته حلتاب پنا یوسی نو په اندازې چې دل تزین اٹلی د پاکستان هواد یو نور همسایي مملکو لخوانه یا د استخبارات لخوانه راميست کیجو به ته د جهاد په نوم افغانستان تر الی کل کی خابیدو شکاب شوروي لغکر ماتيږي او جهاد هم پیروس کیږي نوید دین نوسته بیا خپل منځي اختلافات را میسته کیږي خپل منځي اختلافات په دې معنی باندې چې د هر قوم مشر یا د هر ډلې ټاپو یا د هر جمعيت یا د هر ګوند د هر حزب اشخاص راځي او دلته د حکومت او باغښت چي دي دغه په سر باندې لانجي کوي نو بيدون نو شکه چکل لانجي او سیږي او بیا هیواد کی د واګداري او یا د سیاستون لو خوانه د خپل شخصي اراضو لپاره یې نو زمونږ هیوادوال ورسخه متزللیکي او بل خصوصا قومونه چې حالت دوی د مشران او په نوم یو سلری متبخت نه چیب په افغانستان کې زموږ مشرانو او هغه سیاسي ډلې چې دی هغه سیاسي اشخاص چې دی هغه د پرديو د استخباراتو او هغه د پرديو د هیوادونو لخوا نه وخت نه وخت هيیاکي ګو دلته ورڅخه خپل استفادې کوي همدغه وجه د افغانستان هم د سیاسونو لکه مخک چیسانی سره اشاره وکړه چې د سیاسونو لخوا نه خپل قومونه ی خپل هغه وس ولس چې د بیګانو باندې خرڅول کیږي د خپل د بیګانو د اهداف لپاره وس خوشبختانه چې زموږ ځوانانه زموږه هغه په ځوان رهبران وخت نا وخت د مختلف قومونو سره کېنی او خپل بحثونه لري دا په دې معنی باندې چې مونږ وس نور په شکل <سؤال> باندې چې قومي اختلافات یاغیت وس مونږ جلوګری کوو هغه وخت نا وخت مونږ ولادي ترسو دغه په مقابل <سؤال> کې ودرېګو وسانی ځوانان د مختلفو قومونو د کې تاسو فکر وکي و چې کوم بند سټورنمس شوی دی یا کوم ټولنډرامس شوی دی هرتا د مختلفو قومونو راشخاص دي هم پکې تاجکستان لري هم پکې ازارشتن لري هم پکې ازبکستان لري دا چې اوس اني اختلافات کړه د قوم یا د نيازي یا د نظام د سیاسي کم سیاسي نظام چې د اغا د سقوط راเมسته کېږي دا هم د سو اشخاصو پورې مربوطه ده په دې معنی باندې چې کلا زمونږ د قوم مشران ا ور دي د خپل شخصي منافع ته ترجمه وکينه د خپل قوندي او ابزار دی والی په توګه باندې استفاده کوي چې بدبختانه دا هم یو غسیدي چیز ومن حکومت او زمنګ ملت یې په یو کړکه کې شامل کړل تا څوک دغه سلې خلنې جګړې نه د مخه تاریخ توبارسي الته ارزوښتونه د غملي ورځ به چول منځل کړي لکه 2000 څخه بخاله کړل نه وس دغه سه ملي شخصیتونه ولا ملي مشران ولا هرڅ پر خپل ځای ولا هغه د هر قوم ولا ټول قومونو برت د ملت په توګه احترام درلو او دغه جګړې چرته منتظر اوس موږ سم تفهیم نشوکړی اغه مشران خپل شخصي ګډه پام کړی هغه پر موږ بریالي شو الله چې اوس ایسانت صاحب امندان نظر لری چې ما ته داسې لارښوونه لري تاسو هم د نظر لری نو د مشران دومره برلاستی شوول پر موږ چې موږ منحرف کړو ها د مشرانو په واوله کې ما درته مخ کې په ماغه خپل خبره کې اشاره کوله چې کنه دغه مهاجرتونه رمایس شول نو د پماغه وخت پر موږ باندې حاکم شول ماګر اوس د دوی حاکمیت نه ملکيږي پرمغ باندې ځکه اندغه ځوانان چې وزغاړي د خپل قومونه اساسه تو بو کې هم د ځوانان چې مليه واله اوسه ته هم د ځوانان چې د خپل ولزغک پورته کې نو کله چې زه د پښتون په نمند باندې خپل هغه حقوق او هغه حق چې د پښتونونو د پارو جګوم ترڅنګ به د هزارونو د پارو هم جګوم ترڅنګ به تاجک د پارو هم جګوم یعنی مشان اوس په هغه شکل باندې نه چې موږ توقع لرو چې موږ مشتان دي نو دا به تر و... کې یو نه دي اندغه پټه د شین شاګه شکل <تصال> باندې به هم نه یوسیږي یعنی زموږ مشران اوس پاګه شکل کې نه دی چې توقع خدای هم نه یي چې دغه وخت موږ <مشن> داسې اسيف پزیر کړو چې موږ ونټوالې دلته حتى ټټه سوتو ته دا ورا سو چې استاملي کټس دی میلیارډ زختونه دي سړي او کتور ته پابند اوسه سمره ګټه کوي ته چې کورنی ګړټو ته یا قومي ګړټو متحد اوسه تر دې بخې چې میډی کړه متحد اوسه یعنی دغه په تفهیمول کې مکفاته راغلیو نه اوس خو اوس خو اوس خو ځوانان او خير شوی دی ځوانان اوس زده کړې کړي دي تر څنګ په سیاسي فعالیت تنو باندې بوختي په مدني فعالیتونو باندې بوختي او کله چې دغه مدني فعالیتونه اوس د یو قومنن جوړیږي د مختلف قومونو چې کله مختلف قومونه اوسې کې حالت ودیو بل هتا احترام متقابل احترام شتون لري او دغه ارزوښتونه تر باهمیت ورکول کیږي هغه تیر مشران چې باغه د زمنګ دي ابزار په توګه باندې استفاده کړي دغه به له موجوده خو مونتا اوس زمنګ ځوانان وخر شي دي په دې شکل کې ان شاء الله چې زمنګ قومونه باندې کې با لا نورام پرمختګ کوي او اندغه ځوانان به یم دغه قومونه به چې سره په یو ځای په یو فضا کې وسره اوسي کې او ده ده در دراتلون کې مشرانو زینبنی س هغه هم نه د جګړو په شکل باندې بلکې د یو علمی اکادمیک او سیاسي ماحول په شکل باندې او ډیر ومنه اخوی پیا یو یو بحث آینی مو کومو موږ مسالҳо واقعیتҳо بحث وکونیم وخت میګیم مرزشی ملی وخت میګیم منفعتای ملی ای به مانا کې بقای ملت در همو تضمین شو اگر داشته باشیم امروز یو بحث آینی میکونیم آیا یو ای پښتون اوزر است یا کسره ولاو په ټولو معیارها برابر است بلې ازبک است ورمنهیزه یو شخصیت ملی په وزیرای ومنهیزه قهرمان مې وزیره یا برعکس یک هزاری پشتون رو وزیر یا تاجک هزاری رو وزیر متاسفانه چیزی که ما حس کردیم حتی بازم مثال معمولا مثال فیسبوک ها میتونیم چون جوان ها بیشتر فیسبوک وجود حس میشه که چنین چیزی حس انوزم در ما پیدا نشده به وجودی که در مباحث چنین گفته میشه که بله ما قبول داریم حال قدر آسیب پذیر شدیم در قسمت که ما داریم اما ملت دوره این و دوره انحطاط ای شاوردیم و در حالت هستیم که به خط سرخش رسیدیم ضعف در کجا بود کی ملامت است و کی باید از گریبانش گرفته که ما رو به این وضعیت آورد ممنون تشکر و سلام بر شما و بینندگان شبکه شمشاد و دوستداران برنامه چند مسئله خیلی جدی هست به تذکر داد نخست ما به تذکر بدم که همانگونه که ایسانیس گفتن اختلافات نابود کننده ما بر خلاف دیدگاه ایسانیس جدن اختلافات نابود کننده باعث نابودی محبت ها و سمیت ها و اتحاد، اتفاق و همبستگی بین اقوام شده. از جمله همین تذکر بدم. یک بحثی که شکی وجود نداره کشورهای همسایه متاسفانه ریشه‌های اصلی این اختلافات نابود کنین در هنوز هم آب میتن. بحث شیعه، بحث سونی، بحث تاجک، بحث پشتون، بحث ازاره و بحث اوزبک و بحث هم دیگر اقوام متاسفانه هنوز هم جریان داره. فراموش نکنین که همان گونه اخترزوش سبت زکر دادن ای از خیلی دیر زمان تا به حال ای آب خورده روان هستند و یک بخشی ای درختی که هنوز هم تعصب را متاسفانه دامن میزنه اختلافات را دامن میزنه و همین تفریق افغانی ها در بین اقوام را دامن میزن نسلی روشن فکر هم شامل ای بحث میشه شما ببینید که جدا ما اگر مقایسه بکنیم نسبت به 15 سال گذشته ما اوج اختلافات هم سیاسی هم مذهبی و هم اختلافات اقوام را مشاهده می کنیم هر روز این شعله آورتر می شه. یعنی همین گونه دشمن خیلی عمیقا بالای نسل روشن فکر ما هم سرمایه گذاری کردن متاسفانه و به گونه تذکر می که شما هنوز هم آسیب پذیر هستین و هنوز هم کمی ها و کاستی های دارین و هنوز هم شریک قدرت نیستین هنوز هم شریک اقتصادی شریک اقتصادی سیاس سیاسی نیستین یا بخش های دیگری را تذکر میدن که بالاخره از همین سبب میشه اختلافات مذهبی را دامن بزنن ما شاهدش بودیم در سه سال گذشته ما بدترین اختلافات مذهبی را در داخل کابل داشتیم در ولایت های افغانستان که کمی بخش روشن فکری ما اوجا زیادتر هست و یعنی پوحتن و دانشگاه و مکتب و مدرسه ای ما در حال روپروشت هستند همان گونه تعصب و اختلافات مذهبی و اختلافات قومی و اختلافات سمتی و زبانی به اوج خود رسیده ما نمونیش میگیم در سه سال چهار سال گذشته در کابل ما شاهدش بودیم که بالای مراسم مذهبی تشیع حمله شده ما شاهدش بودیم, بودیم که بالای مراسم پشتون‌های ما برادرای ما حمله آور شدن مردم همان گونه بالای ازاره های ما همان گونه بالای ازبک های ما و دیگر اقوام متاسفانه ای این چیزی بوده به گونه‌ای بوده یکی پی دیگری زنجیری حرکت های صورت گرفته با تلاش تبلیغاتی هم می دقیقا همین گونه هست که نسل روشن فکر برای شالاور ساختنی همین تعصبات و همین اختلافات جدا نقش اساسی را داره به این معنا که اگر در زمانی که یک حادثه صورت میگیره زمانی که یک واقعه صورت میگیره نسل روشن فکر اگر این واقعه و حادثه را با هم رب نتن و به گونه دستاویز دشمن نسازن من مطمئن هستم که میشه به گونه آب انداختن بالای شعله شدن همین یعنی آتش باشه ولی متاسفانه ما شاهد شدیم وقتی که اگه حادثه صورت میگیره از تمام اقوام کوشش میکنه و تا این شعله ای حادثه بلندتر شه و این نسبت میته به گونه های مختلف هستن و پشت این ای ای همه حوادث و پشت این همه تبلغاتی که در درون شبکه های اجتماعی در درون رسانه ها صورت میگیره متاسفانه دشمن داره هم در سطح منطقه داریم و هم در سطح بین المللی داریم ما در سطح منطقه دو کشوری خیلی مغرضانه عمل کردن متاسفانه هم اختلافات اختلافات مذهبی دامن و هم اختلافات قومی رو دامن میزنن پاکستان و ایران همیشه خیلی شواهدی ما داریم که از دوران جهاد تا به حال اینا مهره های اساسی را که تربیه کردن و هنوز هم آن مهره ها به فرمان و به دستور همین دو کشور همسایه متاسفانه کار میکنن که ریشه اصلی عوامل این که ما ملت نمیشیم هنوز هم ملیت هستیم از همین جا منشأ میگیرن من. که هنوز هم ما بحث ملت ملتی ملت وجود نداره هنوز هم ما قوم هستیم هنوز هم ما سمت هستیم هنوز هم ما زبان خب دلیلش همین است که تهدیدات تعریف نشده تهدیدات به گونه قومی تعریف شده متاسفانه بله دازی دازی ما این هر که هر خود. هر گروه یا هر سازمان هر افرادی که آمدن برای حفظ منافع شخصی خود بحث ملیت را پیش کردن <تصفح> بخش زبان را پیش کردن و بخش هم سمت و سو را پیش کردن و بخش هم حزبی خود را پیش کردن به همین اساس هست که از اوایل تا به حال احزابی که از نو تشکیل شده بود منشأهای اساسی تا یک مدت زمان اینا ملی فکر میکردن شما شاهد هستید که بسیاری احزاب هم اقوام پشتون بودن تاجیک بودن ازبک بودن و و دیگری بودن ولی متاسفانه یک بخشی از مسیر که آمده اینا احزاب حزبی ساخته شدن یعنی دشمن کوشش کردن که این احزاب را به یک به قوم سمت بده و یک حزب به یک قوم سمت بده دشمن خود هر حالتش کار میکنه این دشمن هند داره این دشمن پاکستان هم داره این دشمن هر کشور یک دشمنی داره ما دشمنای متعدد داریم حال دشمن نمیشه که ملامت ملامت در خود ما کی هست؟ ملامت نخست نسلی هست که ما هنوز گیرویده سیاسیونی هستیم که اونا آب از ریشه همان دشمن خورده <applause> یعنی دست پرورده همان دشمن هست خصوصا نسل روشن ما فکره. روی بله متاسفانه هنوز هم ما یک بخشی از جامعه ما که فکر هستن دنبال روی سیاست های کوهنه و فرسوده ای هستند که دشمن تربیه کردن خیلی به شکل اساسی و چوکات کردگی آوردن و ما هم دنبال رو اونا هستیم متاسفانه چون بله، روی مشترکات بحث میکنیم چی تهدیدات مشترک باشه و چی هم ارزش های مشترک حال او چی هست من حیث یک بحث کلان او چی هست که برای یک پشتون تاجک کوزبک، هزاره و بشایی و قزلباش بر هر یکیش تعریف به واحد دارد یعنی او تهدید یا او ارزش مشترک چی هست یا مشترکات ما من حیث یک ملت واحد افغانستان چی هست با تشکر عرض سلام خدمت مهمانای عزیز و خدمت بینده شما اما قسمی که دوستو صحبت کرد و میخوایم یک چیز را واضح تر بسازم اویی که تنها عرفه که ما مشترکانه باید با ما بارمند باشیم و عقیده های اصلی و معم... عقیده های اسلامی ما هست که ما یک دین و یک خدا و یک آدرسه که به او مقدر عقیده داریم هستیم آه، ولی آه، من میخوایم بگویم اختلافاتی که روش بحث شد و هایی که زده شد تنها ای در بحث موضوع سیاسون هست و تنها بحث در بحث رهبری هست تنها بحث در بحث نظام سیاسی و نظام حکومتی هست و بحث تنها در بحث رهبری و یا اقوام رهبرای قومی هست شما فکر بکنین مردم افغانستان هنوزم با مو ارزش های ملت بودن خیلی احترام داره هنوزم ما امو متحدانه در یک قریه زندگی میکنیم متحدانه در یک دی زندگی میکنیم متحدانه امو رفته های خود داریم مردم در برق بحث متاسفانه چیزی زیاد تنکاس ما... نیافته امور همین اجازه بتونیم امو بحث زیره, زیره که چرا تا او پیدا بشنه افتر سعی کنین مردم افغانستان در کل مردم عام افغانستان هیچ بحث شویا سونی و یا هم ازاره تاجیک ازبک مطرح نیست ما هنوز هم زوجهایی را داریم که خودش پشتون هست ولی خانمش ازاره است. ما هنوز هم زوچای را داریم که خودش ازبک است ولی شوهرش پشتون هست هنوز ما در قریه های زندگی میکنیم که یک خانه از یک خانه پشتون هست در مرده در رفت و آمد در همه مورد در همه غم و خوشی در همه مبارزه میکنه این بحث مردمی هست هنوز ما فرهنگ های مشترک داریم هنوز هم چپ از مسئله جغرافیایی ما که ما تنها زادگاه ما یک گلایت شده میتونه. اما کشور ما در کل یک شده نمیتونه شناخت ما در یک شده نمیتونه. و می دلیل هست که ما در بین مردم مشکل نداریم حال مشکل ما چی هست که ما اینمی مسئله رو تانوز نتانستیم رشد بتیم چرا آنوزم در بین خود در بالا مشکل داریم گپ میسم همون حقیقتی است که در کل سیاسون به خاطر از که بتونه بقای سیاسی خود پیش ببره به خاطر از که بتونه اما اهداف شخصی خود پیش ببره بنان از گروه های قومی خیلی استفاده میشه مثلا از کمترین کمکاری هایی که در راست یک مسئله بحث ملتی و یا بحث قومی باشه اونا به با دامن زده میشه شما که شما ببینید که آستا امیر شهاج در اجتماع پراگنده میشه گپ پویا که ببینید که کشورها واقعا یک چیز را شما اگر وقت متوجه باشین در خانه وقت متوجه باشین میگین که ما یک خانه را میخریم میگه <متصفيق> اولین گپی هست که شما برین ببینین که ما همسایش کی از چهار طرفش کی است او طرف او طرف کی میشینم ولی شما دعا بکنین که خداوند هیچ کس را همسایه بد نده <متصفيق> بعد افغانستان دو همسایه بد داره دو آدرس بسیار لعنتی داره که یعنی منشی اصلی بدبختی افغانستان به می دو آدرس ارتباط گرفته یکی با موضوع ایران و یکی موضوع پاکستان در افغانستان هستک و در ضمن هزی اقتصاد یا و یا هم به خاطر هزی که این افرادی که در رأس قدرت قرار داره به خاطر هزی که بتونه مال قدرت بکنه این دو آدرس با آسان طریق میتونه این افراد بخره و این افراد آستاستا از هر نگاز و از هر لحاظ میتونه در داخل افغانستان هم سر مردم سرمایه گذاری بکنه هم بتونه موضوعات تیمی و موضوعات ازبی خود حمایت بکنه حالا شما ببینید جنبش روشنایی در افغانستان حالا شما ببینید در جن، جنجال ها و یا هم آلات, آلات هرمان کندوز و شما ببینیم این گونه بحث های ای که رخ میتوان مثلا روز آشورا شما دیدین یک داده از سیاسون یک داده از افرادی که در رأس قدرت بود زینت های را ایجاد کردن که گویا مسئله پشتون ها مسئله ازاره ها و این بحث آستاستان قدر داغ شد که شما باور بکنین که حتی در بین خود قریه های کوچک هم یک حال در دقابل از این چیزی که شما من جوان باید بکنی است که شما توارز بتن ارزش ها مثلا بیرق ملی ورزش ورزش های چیزی است که ما را بیشتر به عادت میرسند یا می نیروی امنیتی را که ما این روز داریم نه فقط ورزش هم حتی قومی شده, قومی شده شما اگر میبینید تعداد از خاره ما در بامیان میره برای مسابقات اشتراک میکنه به هیچ وجه یک جوانی که در هلمن از جوانی که در اورزگان هست با همچو چیز باورمند نیست چون در راست هم موضوعات بیشتر هم میره قومی مم. ساختن ما مسئله بحث وحدت ملی و یا هم بحث ارزش های ملی واقعا نیروهای امنیتی ما واقعا کسایی که در رأس امنیتی ما یا در رأس نهادهای امنیتی کار میکنن واقعا اینا سمبول وحدت ملی در اونجا تمثیل میشه پیدا کرد جز یک نهاد در افغانستان که یعنی چپ از موضوع از اینکه تانوز قربانی از این مسئله نشد هرچند در رأس تیم قدرت در نهاد ها وجود داره وجود داره ولی در صفوف ولی در موضوعات دفاع هست کشور هنوز میشه پیدا کرد در موضوع بازی وحدت ملی را بحث دیگه ای که چرا هاستاستا همی گسترش پیدا می کنن واقعا این ای را ما گسترش میتیم واقعا ما گسترش می پویا میسم ایسانی و هم دوستای دیگه که در اونجا وجود داره ما فراموش میکنیم که هاستاستا ما باید کسی باشیم که سرنخ پیدا بکنیم به خاطر نجات آستاستا ما هم به یک نوی در اینجا آلوده تر میشیم و آستاستا امی قربانی که پدرای ما شد پدر ما شد امین گونه ما هم او را ادامه میدیم ما هیچ وقت کوشش نکردیم که نسل باشیم که بدبختی ها را استاده بسازیم نسل باشیم که تغییر ایجاد بودیم نسل از این نباشیم که در کل از یک امو رسم رواج های نادرست انتقال بتیم بر نسل بعد حتی برعکس بر وسیله شدیم ما در حال حاضر همین چیز بدبختانه وسیله شدیم ببینید جوان جوانایی که در ما آمیانه میخوایم صحبت بکنم جوانایی که مثلا در مندهی بازار باشه امه. در یک پولیش یک آقای بسیار ریسفید پشتون میشیشه سودا میفروشه در همین حال یک در پولیش یک مرد ازاره میتونه کار بکنه خدا شاید حتی اونها حرف از اینم نمیزنه یک سال دو سال کار میکن. میکنه اینم پرسانه میکنه که تو از کجا هستی ولی وقتی ما در بحث یک جای عمومی میشینیم وقتی ما بحث درگی میشینیم هموار سرزی بحث میکنیم که فلانی ولایت فلانی قریه فلانی شخص فلانی یا هم از دنیای مجازی که امروز بدبختانه مون ام گونه که ایران رو قید کرده و بدبختی هایی که در اونجا ولی ما در افغانستان حتی فرهنگ استفاده از اون را ما در کل یک تعداد از اون بدبختی ها و از دنیای مجازی ما ماستاستا من هست یک ویروس واره پاش کردیم دلیل از اصلی دلیل اصلی بوده که ما اما دیدگاهایی که دیروز بیشتر پویا گفت که سیاسیونی که سابقه بودم سیاسیونی که شما وقت میبینید بخش موضوع رهبر و موضوع ازوی میشه ای احزاب کوشش میکنه جوانایی را پیدا بکنه مثل ما جوانایی را پیدا میکنه مثل شما که اونا بیشتر از طریق شما بتانه هدف خدا باشه باشن دیدگاه ها و یا هم نظریاتی که سابقه و تغییر کرده اول کوشش میکنن منشای دیگه را پیدا بکنن که تا است در سطح اجتماع تاثیر گذار باشه تشکر روی رای حل بحث کردیم تشکر خغل ازازه یا بحث زده چه دلتا مگ لرو ا چانسونه لرو دي د پارڅه کملاټ یو ملاتاو انداس مشتراکات لري ول مونږ دي ته اغه انکاس نه دی ور کړی تبارض نه ور کړار ده حال ده چې ک خواله رسنی غوري لکه فیسبوک ټویټر دا شاندز مونږ او تاسو اندغه ځوانانه پلاس کړي اکثره د ځوانان پلاس کړي کمیډيام غوري تر اوه دغه صفوف یا د اقل د ځوانان پلاس کړي ک مدني ټولنه هم ګوري خوشبختانه اوس ک د سیاسي فعاله نو سیاسي احزاب هم ګوري د ځوانان پلاس کړي نسبتا ملي حصه لري د بیا موږ ول <سؤال> نه او باندې خلکو ته ورخه یو چې کپا هوا څخه به هرطکه ورزشی لوبم سوګټي اغانو د دغه ملت په نوم یادېږي یدې هوا نه به هر کده به رغم را پیږي کده سرود هم غږیږي او ک او د امنیتی ځواکونه کوم کبرلاس کیږي یا بل هرڅه کیږي چې غا دې امیدي ارزښتونه د قومي ارزښتونه دغه پېنا کاس ورکول کې ولا موږ پاترا غږیږو سلامونه تاسو ته د میستولو ګډونوالو ته لمړۍ د د نهفقه د بلتون د خلکو په ميزه توپیرواله چشتا د استانو دلته اشاره ورته وکړ چې عوام یواز تونزو وئدا ل체 په جغرافیي لحاظ افغانستان کې مختلف ځایونه کې مختلف قومونه لري لکه کاته سیمهانو ته زیر شیل ته پختون تاجک هزاره او ورونه پراتې کاته سپختیا ته زیر شي په التا شویہ همشتسونی همشتہ په پختیا کې تاجک همشتہ پختون همشتہ مختلف ز د د دمنستان زنه د بلکې د هغه ګلون دي چې په باغ کې څومره مختلف ګلون وي هغه مرې رنگونه خېستوي هغه د باغ په خېستخ کوي د زمون یو مثبت اړه دا دغه ګلان څنګه داسې هميشه زليدلې ساتل شي په دې باغ کې د ریپارات سکول په کار دی ز د د د لاسکلر نه نه شلکل نه نه دیشکلن تاریخ چګړې ته نه ګورم واړم د دموګستاني ستونزې اساس زمو د ابات اومن او حقیقتونه چې موږ تاریخ ډیر غلط تاریخ لرو په دمرغه موږ ډیر غلط تاریخ لرو د دې تر څنګ په دمرغه په دمرغه موږ ډیر غلط تعلیمینې نصاب لرو او تعلیمینې نصاب خو نه یو کې او پاپانتونو د تدریسکي دا سګورې دې احمد شاه بابا را را پدې خو مون هڅ وخت په یو ټغر سره حته دوورونه سره وخت نه د تیر کړي دا <تصف> سګورې چې احمد شاه بابا زمانو په یو بربدی بریډ نه کړو یو بل سره اوجل دا سرا شهید امیر عبدالرحمن خان وکمری پر محل تاسو د سیاسي نظام او وک توبیرګوري چې څومره تاسو واتل ته تا موجود دا د مور تاریخ او برخه ګرځیدلې دا سراشی در درشاپ پر وړاندې کودتا کول د ګوري قومی تصویرلری او دموږ د تاریخ او برخه ګرځیدلې ده تاسو راشي د دوخت خان کده تا پر نادر شاه باندې په توتاریخوالي باندې تر سره شوی تا دموږ د تاریخ او نوړه صفه ډکه شوې ده تاسو راشي د هغه نه ورسته په ډاکټر سیمرجین مره په دې خوا د طالبانو وکمنې د مجاهدینو رتاک تر نه پوري د حکومت رتاک تاسو ګوري بده مرغه مون خپل خوانځي او کې خپل زدهونکو ته څور خایو زموږ نسلونه څه زده کوي زموږ نسلونه صرف صرف جګړه ګوري زمون نسلون صرف صرف نفاق ګوري زمون نسلون صرف او صرف بلتون ګوري یا والا ګوري لومړی کار چې موږ دې پرا مکلفي چورته وای کو حکومتونه ورته مکلف دي ټولنه ورته مکلفته هغه د دې چې موږ خپل تعلیمین حساب تعلیمی نظام او تاریخ مو دا سپیشل کړو قضباندي ډیر او ژوره کړکټنه پکارته ادلانه کړکټنه په تعلیمي نصاب کې کوم موجوده شته ډیر کم مواهب ملي دي چې او مشروع تعالې او ځوانته دا وروخه یې چې تا مونږ تاسه ته په تعلیمي نصاب کې ټیټو ټپک درلودلو ټپک ته به جمله جوړ کړ چې ماما می ټپک لري او روس په خلاف جهاد کوي دا د تعلیمي نصاب ته مونږ په دې تعلیمي نصاب کې څنګه ورزل شو څنګه مون مليا والی تا کار وکړو څنګه مون سر هیتا کار وکړو څنګه مون دیوبل غمل تا کار وکړو پکا ته لاندې کچا باندې زمون لکا ورډک سه ورته اشاره کړل چې یو دکاندار دا پڅنګي اوزاره نسته یو پختو نسته هته دوی کلونه تیریږي یو بل نه پختنه نه کیچو کی لیکن دته پوڑان د کار روان ده دته پوڑان د کار څوک کئ همغه څوک چې رې کار کیچ دغه ډیر سالې خپلې مسخګټي وخصلې ولی کار کئ ګوري دلته اسلامی حزب نن راته کلب پر خپل ځان دي لپاره مسؤلیت غړی امه تي تاسو دې ته متوجي نن د وحدت هیڅ ځان دي پر امه تي مسؤلیت غړی تاسو ګوري چې څلور کڅی بندې کړي وی هر خپل کور دفترو مخې ته او ټانګو رینجر اورتا ولړي جامعیت همداسه بل ګوند همداسه بل ګوند همداسه او تاسو احساس کړئ چې دوی ولې داسې کوي دوی په دې په هیږي چمونک تاریخ ډېر ناوړه کورونه او بل پوداندې کړي دي او دا اتماد نه لري چې مليوالته خو خوږي وروخی ځوان نسل د پاره اوس ډیر ستر مسولیت او مکلفیت پروده تاسو په دې ګردي مېسکه ګوري چې په یان څه وردک سه د نور ورونو د توینه سره ټول سره یو شو مو تاسو تخکاري مونږ تاسو له همدې مېسخه دیتا روټلی چې مليوال لپاره کار کو او د مو مفکورات د مونږ فکر زموږه نه مليوالې په لوړ روانده خا ټولونه مهمه مسله بله دار چی مونږ حغه ملي مشترکات ديو بل سره لرو تاسو وګورئ چې کله فلسفه کیو شاید هیمونټریزم تاسو ورسره هیمونټریزم کې تاسو د اشای نشي را دوله په ټولو نه کې چې هر څوک باید مختلف فکر ونه کی نه هر څوک حق لري چې د خپل د دی دیدګانه د خپل دی لیدنه هر شي ته او بل توپیرو کی په شورا باندې بریدو شو یاڅوک وایي چې پازرګانو بریده شو د دې د لورېدا یاڅوک وایي چې په انسانيت بریده شو د دې حغلي د لورېدا یاڅوک وایي چې په افغانيت بریده شو د دې حغلي د لورېدا یاڅوک وایي چې د د د د د احمد و محمود و و و او محمود تراګرو دلن نمونه اخلي چې دې دا بریتر سره کړي خا د اوسو نسل لپاره څه پکار دي د حغلي د لوري چې موجود دي دموږ بایات په دسي الفاظو باندې د سوشل میډیا یا پګرديمي زینو کې یا افام او تفهيم کې په دفتر کې په چاپريال کې په مکتب کې خوانزي کې پانتون کې تاسو منطقي استدلال لري او بلته قناعت ورکړئ شو چې دا بریټ پر انسانيت بریټ ټول نه لومړی راضي څنګه وکړئ چې مونږ په خپل ځان له حمديځ څخه وړکه نه کو راضي څنګه مونږ کول شي چې مونږ په هر ځای کې هر مله لپاره ځماي او ډوډۍ می حق ته حق میرسيږي په دې ملت کې د پښتون په هيڅ راضي ته لورئ نو درم چې وني ما ډوډۍ زهازار اورورته ورک بل ټولون ډېر ستر مشکل چې په 54 قانون کې موږ سره مخامخ شو هغه څه ده چې دمو تاریخ ته او بل نه وړه سفر راوړتې ده هغه غلط سیاسي حکومت ولي تشکیلتي نظام تاسو وګورئ د اوست په دیلاندا کې موږ رزو کرزي پر اتک سره په پون کانفرنس کې دا فیصله وشوه وزیر دفاع بای تجکې وزیر داخله بای تجکې رئیس امنیت بای تجکې وزیر د مهاجرینو باید هزارای او وزیر د معرف باید ازبک وی ریځ جمهور باید ولسمشر باید پښتون وی دا زه نت ک په مون کې موجود چې مونږ د قومي خزنه خو په تشکیلاتي نظام تقسیم کړو دا موږ مليا والته نه بي او بعد مغه یو بایست د پینزلس کول موندل دا یا اوس د دغه ملت په ناقص کې شته را ټول دوسانه شروع کړه مثلا کرام چلته د شورا پورز بریدو شو یا د روخنې پرغ جنبش باندې بریدو شو تاسو یو څلرمان د مطلقن د ملت په تو یو څلرمان نو تاسو کړه غدمین ورکول او صفوف تمپلیالته دغه هغه قوم نه چې اسي متذرره شو په دغه بریډاغه څخه د بل قوم د زواران شمیر زیات یا پښتان زیات یا تاجک زیات ویا اوزبکزیه تو ورغلی چ هزار وروتلا یا برختس یو بل <سؤال> پیخسی یو پاکستان پکې هغه شوی التبه نور قوم راغلی د ملک پنابس کښې شته ولې نه کا س نه ده کړه هغه هغه لا <سؤال> یو تنه درې سې درې چې هغه اثر <سؤال> گزار وو سی پر ټول <سؤال> نه باندې دا ولې ګوري د ول اس کلمه کی تاریخ کته سه وګوري هزارگان په مزار شریف کې پدی بریډ باندي وژل کېدل چې وکه هزارو واشر په تابنده جنت وجب کیږي تاسو دی فلسفي څخه نه شمن کړی دلای یا پد شلیلي کې زما هاویا زره پختنورونه په نوم دي طالب وجلکي تاسو له دي فلسفي تاريخ څخه هم نشي مونږ كريدل دا ذهنيت موجود وو دي هزارا وجنا مکلفيت جنت جواز ورکړل شوی او فتوا ورکړل شوی لکن په دشتليلي کې اويازر پختنور دي تر هغه روونه وجلکي تاسو نن د ولس کال او تو پیر نابات دایني کاسپ تولونه کې ګوري چې او هزارا ورور وجلکي او پختونوي نه ورکي دا چې دا مثبت تغیرات په ټولنه کې ګوري دا تغیرات چیرته ور وستی؟ تاسو یې ماروسی احمد محمود د غزوان از نسل ازوان قشرو وکړه. لیکن سره د دې چې دوی په ډېر مبارزي هم روان دي، دوی په خپل چاره کې ډېر حساس دروند. سلامات سه. اخی ابراهیمی روی منفعتای چې بر موږ میتونه دا شوه شوه وخت ما مشارکات در وکړو، موږ سره صحبت وکړو. وخت ما م نه یو څوک ملت در وکړو چې ما ارزشه مشترک درې منفعت مشترک درې یا هم تعدیدی چې از لازم امنیتي، از لازم فرهنګي، از هر بو دغه بر موږ متوجه است، یک چیز مشترک است. منفعت از چه قدر میتونه بر موږ مؤثر باشه او ما یک ملت تبارز بده تشکر اول سلام تقدیم میکنم خدمت مهمان و بینده های عزیز تلویزیون شمشاد پیش از که به سوال شما بروم ما می خیلی مفهوم این ملت بگیم و در این حال ما در گرد یک میز روی ملت شدن پس میکنیم و در جغرافی های زندگی میکنیم که هیچ تا هنوز ما ملت نشدیم هیچ ملت اگر بگویم وجود نداره قوم, ها قوم وجود داره ملت با گروهی گفته میشه که با مشترکات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی با تابعیت از یک قانون واحد گرد هم در یک جغرافیا در یک منطقه زندگی میکنن و اینا به ارزش های یک دیگر احترام قائل هستند و با یک صدا از هر ارزش هر قام دفاع میکنن امروز متاسفانه بگم در افغانستان ما هنوز ملت نشدیم هنوز قوم هستیم ساختار دولت قومی است و ما نمیتونیم که با نظر به گفته خانم وردک دو زوج یا دو دکاندار ایر ما ملت شدن تمثیل بکنیم ملت زمانی میشه که ما عدالت اجتماعی تامین باشه در ساختار دولت تمام اقوام باید داخل باشند همچنان از ارزش های فرهنگی یک ملت ملت دیگر دفاع بکنه هم دیگر پذیری بله هم دیگر پذیری وجود داشته باشه ببینید من مثال میگم زمانی که موضوع شهرارا پیش آمد در کابل او تاریخچه او برمیگرد به اقوام ترک و ازبیک افغانستان بله در اونجا که جمع شدن تنها ازبیک ها و ترک ها جمع شدن زمانی که موضوع جام مینار جام پیش آمد مم. اونجا برادران پشتون ما در حالی که ما دقیق. از هر ارزش فرهنگی ما باید من ملت من حیث برخورد. ملت باید برخورد میکردیم و دفاع میکردیم ولی متاسفانه ما هرگز قسم نکردیم و یگانه راهی که ما به ملت شدن میریم باید الگوبرداری بکنیم از کشورهای منطقه کشورهای غرب خود واجه ملت بعد از انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت اونجا واژه ملت تعریف کردن یک و پیش از اون در زبان اسلام ما ملت به عنوان امت داشتیم یک یک معنی است امت عجم داشتیم امت عرب داشتیم و اینا با احترام و همدیگر پذیری در کنار هم زندگی میکرد، و در تمام دنیا اسلام دین اسلام رو پخش کردن همین انگیزه بود که ما ملت هستیم حالا یک بحث است وقتی شما بحث الگو را میکنین که باید مالگو الگو برداری بکنیم باید یک راه خوب شمی که ما تفهیم بکنیم به اقشار ملت که اگر منفعت مشترک داشته باشیم اگر ارزش مشترک داشته باشیم این هست فایده هایی که ما به دست میاریم و خوبی هایی که ما به دست میاریم و اگر برعکس ما قومی برخورد بکنیم یا احمد تا گروهی برخورد بکنیم این از زیان هایی که بر ما به بار این از شما مشنایم این اگر تفهیم شما میشه خوبتر به ملت برسه بدون شک وقتی که ما واژه ملت را درک کردیم و به طرف ملت شدن رفتیم این به منافع تمام ملت است اگر ما امروزه بیشترین تفریقه ها در صفحات اجتماعی هسته ما به عنوان یک ازبیک از داشته ها و از فرهنگ های ازبیک چه حمایت میکنم و یک برادر پشتون ما از داشته های پشتون ها و به خاطر تبارز فرهنگ پشتون <applause> اه, کار میکنه بهترین راه هم است که ما به عنوان ازبیک با فرهنگ زبان و انعنات مردم پشتون خود هزاری خود تاجیک خود احترام بگذارم و در مراسم مذهبی شان، در مراسم فرهنگیشان در کنارشان باید به با عنوان یک ملت به عنوان یک برادر استاد شوم و صدا شون تا زمانی که مای ما کار نکنم برادر پشتون ما این ای نکرد برادر هزاری ما برادر تاجک ما به هیچ مفهوم با هیچ وقت ما مفهوم ملت شدن افاده نمی کنیم. حال حال این ای مسئله چرا نشده یعنی چرا خودت حاضر نیستی قسم بکنی چرا یک جوان پشتون حاضر نیست چنین بکنه چرا یک جوان تاجک حاضر نیست و چیزی خیلی واقعی را شما بحث کردین وقت موضوع همی است و متاسفانه جوانایی که بالش حساب میشه همو جوان هم می نکرده نه خودت نه من و کس دیگه ریشه از ریشه یابی افغانستان بیشتر از سه در جنگ گذشت و زمانی که کنفرانس بند شد امی انگیزه از اول گذاری شد مثلا احزاب شکل گرفت بنابر تعلقات قومی و سلیقه های قومی مثلا حزب جنبش شکل گرفت تبارا گرد حزب جنبش جمع, جمع شدن حزب جمعیت شکل گرفت برادران تاجک ما شدن یا حزب اسلامی برادران پشتون ما جمع شدن در همان وقت ترکیبات در هیچ حزب در نظر گرفته نشده یعنی امی انگیزه امی ذهنیت از گذشته ها وجود داشته در افغانستان سه نسل وجود داره یک نسل که قربانی شدن قربانی جنگ ها یک نسل که اه, تقریبا هفتاد یا 50 درصد قربانی شده و همو ذینیت های سابق قوم قومگرایی در ذهنشان هست و فیصدی وجود داره ما از حقیقت نگذریم اینجا میز که ما ششتیم از هر قوم هستیم واقعا بگوین که ما ملت شدن تمثیل کردیم ما هم دیگر پذیرفتیم این کارو نکردیم ما به عنوان یک گوزبیک بودیم شما به عنوان یک پشتون بودیم آقای پویا به عنوان یک هزاره پود... نمیفهمیم یا نمیخوایم یا بر ما, ما تحمیل شد شده یا اگر ملت ببینین جوان یا نوجوان به امسخابه یک نحال هست که هر طرف تاو بتین یا هر طوری که بخواین حاصل از او میگیرین جوان های کشور ما متاسفانه این شکل آمدن و رشد کردن با انگیزه های قومی و ایره آملاش بزرگای ماستن که توفنگ داشتن بزرگای ما هستند که هرگز نرفتن به صنف که یاد بگیرن ملت شدن یاد بگیرن و به نسل های بعدی ملت شدن بیاموزن ما با انگیزه قومگرایی با انگیزه قومی کلان شدیم و نسل سیبون میاید و یه انگیزه از بین برود مثلا ما جوان امروزه تلاش میکنیم که باید همي پديده شو همي زينت ها از بن برداشت شوه تا افغانستاني داشته باشيم يک ملت واحد داشته باشيم آه تشکر خاص شما ډیر مننه د ملت تربلخ پرونه پاک الله سبحانه سره دی وسی